برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی اظهارات و مدارک تکان دهنده ای را از افزایش اسلام حراسی و حمله به مسلمانان در انگلستان منتشر کرده است. آمارهای جدید نشان می‌دهد که تعداد حوادث اسلام حراسی از 7 اکتبر به شدت افزایش یافته است. سازمان خیریه واحد پاسخگویی به اسلام حراسی در لندن گفته است که در ماه اکتبر شاهد افزایش 365% حوادث اسلام حراسی بوده و بیش از 65% از این حوادث زنان را هدف قرار داده است. رئیس اجرایی این واحد همچنین تاکید کرده که از اکتبر 2023 افزایش مستمر گزارش‌های ناشی از حوادث اسلام حراسانه را رصد کرده و واضح است که اکنون این روند به یک روند بلند مدت تبدیل می‌شود که تأثیر قابل توجهی بر آسیب دیدگان دارد. رسانه ها فاش کردند که عربستان سعودی در یک روز 7 نفر را به اتهام تروریسم اعدام کرده است. این بالاترین تعداد اعدام در یک روز در عربستان از زمان اعدام 81 نفر در مارس 2022 میلادی است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این 7 متهم که ملیت آنها مشخص نشده و ممکن است که همگی سعودی باشند، به ایجاد و تأمین مالی سازمانها و نهادهای تروریستی با هدف تضعیف امنیت و ثبات جامعه محکوم شدند. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، این افراد بین دسامبر 2019 و ژانویه 2022 میلادی دستگیر و سرانجام در ریاض اعدام شدند. مقام‌های مصری روز دوشنبه اعلام کردند یک کشتی حامل کارگران روزمزد که در یک شرکت ساختمانی محلی فعالیت داشتند در رود نیل در نزدیکی پایتخت مصر غرق شده و حداقل 10 نفر از 15 سرنشین آن کشته شدند. وزارت نیروی انسانی مصر در بیانیه‌ای با اشاره به مشخص نشدن دلیل غرق شدن این کشتی تاکنون اعلام کرد که 5 تن از سرنشینان این کشتی که جان سالم به در بردند به بیمارستان منتقل و سپس مرخص شدند. این وزارتخانه 200,000 پوند مصری به هر خانواده متوفی و 20,000 پوند به هر یک از 5 مجروح پرداخت کرده است. قایقرانی در امتداد رود نیل یکی از تفریحات مورد علاقه در طول تعطیلات در پرجمعیت ترین کشور جهان عرب است و بسیاری از مصری ها روزانه با استفاده از قایق به ویژه در مصر اولیا و دلتای نیل راه خود را طی می کنند. تصادف های جاده‌ای، دریایی و ریلی در مصر عمدتاً به دلیل استفاده نامطلوب از وسایل نقلیه و فقدان مقررات امری رایج است. اداره کنترل تسلیحات وزارت خارجه چین گفته است کشورهایی که دارای بزرگترین زرادخانه های هسته‌ای هستند باید بر سر معاهده‌ای به مذاکره بپردازند که اجازه ندهد تا هیچ کدامشان علیه یکدیگر از سلاح هسته‌ای استفاده کنند. بر بنیاد گزارش رویترز، مدیر کل این اداره روز سه‌شنبه 27 فوریه از کشورهای هسته‌ای خواست که به مسئولیت‌های ویژه خود درباره آن مطابق کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای سازمان ملل متحد عمل کنند. این مقام وزارت خارجه چین طی نشستی در ژنو گفت که این کشورها باید یک نقشه راه یا جدول زمانی برای تصویب یک سند حقوقی بین المللی تدوین کنند که از کشورهای غیر هسته‌ای در برابر تهدید سلاح هسته‌ای محافظت کند. سخنگوی دایره مبارزه با تروریسم اعلام کرد که عناصر تروریستی در شهر مردان واقع در ایالت خیبر پختونخوا خودروی حامل افسران پلیس را هدف قرار دادند. به گفته این مقامات یک مقام ارشد پلیس در حمله تروریستی امروز کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. در جریان عملیات تلافی جویانه نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه مذکور 2 تروریست به هلاکت رسیدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به نیروهای پلیس پاکستان را بر عهده نگرفته است.
در روزهای اخیر جمله ای از سید ابوالحسن مهدوی، نماینده رهبر ایران و کاندیدای فعلی مجلس خبرگان ایران در فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته است. وی اخیراً اظهار داشته که چون خدا را نمی شود دید، نیاز به حاکم ظاهری داریم که او را ببینیم و فرمانش را اجرا کنیم. این اظهار نظر سید ابوالحسن مهدوی درباره علت پذیرش برخی از حکام توسط مردم و انتصاب نمایندگی خدای متعال به ایشان مورد انتقاد شدید کاربران فضای مجازی قرار گرفته است و موجب شده که برخی از منتقدان از جمله اکبر دانش سروری پیام‌های بسیار تندی علیه این مطلب بنویسند.